به دیدن امام رفتیم و من یادمه که پام باد کرده بود به علت دوچار شدن من به نقرس و با سرپایی رفتم، ریشی بلند و گیسوان بلند، و رفتیم و نشستیم و باقر فرهام نازنین زانو زد در کنار امام و بیانیه ما رو خوند. خمینی زیر چشمی یک نگاهی به تمام ما کرد، 25 نفری که اونجا نشسته بودیم، و به روان هومنکم راست میگم اینو که نگاهش روی من یه مدتی خیره شد به دلیل ریختی که داشتم به من میکنم، و من دیدم در نگاهش بسیار چیزا رو خوندم که این باری. و بعد شروع کرد به گفتن با اون لهجه همیشگی خودش، بسم الله الرحمن الرحیم، ولیکن همه را از همه جدا کردند، معلم ها را از دانشجویان، از شاگردان جدا کردند، شاگردان را از معلم ها جدا کردند. میدونی که همین چیز را از این برش هم کارگران را از کارفرما جدا کردند، کارفرما ها را از کارگران جدا کردند، ما را از شما جدا کردند، شما را از ما جدا کردند. آقا همه این ها زیر سر این امپریاس ماست. و من بعد که از اونجا و سرانجام هم گفت و اما در باره حرفایی که آقایان گفتند عرض بنده این است که به اسلام بپیوندید، بروید کار کنید برای پیشرفت اسلام، بلا و سلام علیکم و خلاصه ما رو به انسان روانه کرد. و من اومدم بیرون، نخستین حرفی که به باقر دادم این بود که باقر جان ببین شنیدی گفت امپریاس؟ گفت نه دقیقا نه. گفتم باور کن تو رادیو پخش میشه، گوش بده. و بازم خود منم گوش دادم و دیدم که خمینی گفت امپریاس. برایندی که من داشتم از این چگونگی در جان خودم این بود که ایشون پیش از اینکه بیاد به ایران حتی واژه رو نشنیده بود. اما پس از پیروزی یا شکست انقلاب من از مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی آموزشی بازگردانده شدم به دانشگاه، و در یک سالی هم که دانشگاه ها در ایران باز بودند درس دادم و دیدار دانشجویان بسیار شاد می بودم و براستی احساس زندگی می کردم. ولی این شادی و احساس زندگی دیری نپایید. فرمان فرمایی آخوندی دست به یک انقلاب دیگه زد، انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها رو بست و به ویژه با نظر داشتن به برخی از شعرها که از من منتشر شده بود و با نظر داشتن به پیشینه ای از هواداری من از سازمان چریکای فدایی و باز با نظر داشتن به فعالیت هایی که من در کانون نویسندگان می کردم، برحال کار من به اخراج از دانشگاه رسید کشید. نخستین کسی بودم که از دانشگاه تربیت معلم اخراج شد. در حقیقت دو بار هم منو اخراج کردن، حالا برای محکم کاری بود نمیدونم یا اشتباه، به هر حال. و از اونجا که به زودی دانستم که آخوندها تنها دنبال خبر من نیستن بلکه دنبال سر من هم هستند، به ناگزیر پنهان شدم. باید یادآوری کنم این نکته رو که نسیم خاکسار درود بر او باد، گرچه از نظر سیاسی به اکثریت پیوست بود و من همچنان هوادار اقلیت بودم و گرچه در سازمانش دستور داده بود که ضد انقلاب رو به برادران پاسدار معرفی کنند،
نسیم هرگز به چنین جنایتی دست نزد و کم نبودند از برای بچه های هوادار اکثریت که از این گونه خیانت ها و جنایت ها در پرهیز کردند و در امان ماندند و درود بر همه شون باد. ولی خب هواداران حزب توده و اکثریت به طور کلی میتوان گفت که برخی و بسیاری از خانهای تیمی رو لو دادند و دستشون خواسته یا نخواسته به خون برخی و بسا که بسیاری از یاران خودشون آلوده شد. باری من در پنهان از خانه به خانه و از شهر به شهر میرفتم و بیش از 2 سال بر من در زندانی به بزرگی ایران گذشت و همیشه در دلخوره و اینکه هر کس به در میکوبد میتواند پاسدار باشه یا گروهانی از پاسداران که میدونم. به خانه من هم ریختند و همه چیز رو بردند و البته این هنگامی بود که همسر و فرزندان من از ایران دیگه رفته بودند و علت این که من در ایران موندم، این همه دیر موندم، این بود که همچون مجاهدین من نیز بران بودم که خمینیسم در ایران نخواهد پایید. این بود و بود تا دیگه برخی از یاران من به این نتیجه رسیدند که من به جد زندگانیم در خطره و دایره جستجو از سوی سوامای خمینیستی داره رو هر روز به روز تنگتر و تنگتر میشه. از ایران به پاکستان، از جنوب به پاکستان رفتم، به کویت و از آنجا به کراچی و یک ماهی در بدترین محله کراچی، محله به نام لیاری که تنها جایی بود که من میتونستم درش باشم، چرا که یاران فدایی بامیستار، بچه های بامیستار در اونجا بودند، زیستم و بعد سرانجام بالاخره تونستم به کمک یکی از یاران ایتالیایی خودم که در سفارت ایتالیا کار میکرد ویزایی برای ایتالیا بگیرم. پاسپورت من و البته یاران فدایی درست کردند و بسیار هم خوب درست کردند، چرا که آنگاه که از ایتالیا تونستم بیام به انگلیس و تقاضای پناهندگی بکنم، اگر خودم نمی گفتم که این پاسپورت تقلبیه، هوم آفیس باور نمی کرد. آنگاه هم که گفتم گفتن نباید این پاسپورت درسته. واری علت این هم که من سرانجام تونستم از ایتالیا ویزای انگلیس بگیرم با همه پاسپورت بیام، این بود که پسرم هومن هکم در انگلیس به جهان اومده بود. آنگاه که من در انگلیس تحصیل میکردم و اون انگلیسی بود، به انگلیسی زاده شده بود. رهایی نیست از دامی به دام دیگری رفتن، بدین معنا دریغا گوش جان دیر آشنا کردم. رها بودم به دشت شک ولی در حال گشت شک، دریغا که از ندانستن رهایی را رها کردم. حقیقت از دل امای پرچون و چرا زاید، حقیقت را من اما خالی از چون و چرا کردم. حقیقت ها که در باید هم از زندان شک زاید، یقینم شد که جز شک هر چه کردم ناروا کردم. خطا ناکردنی نه کس نه آیینی است نه حزبی، جز این گر گفتم و کردم غلط گفتم خطا کردم. خطاکارم ولی شاید اگر بر من ببخشایید. خطاها کردم اما جمله در راه شما کردم.